آقای امانی من عذرخواهی میکنم، خود به خود میره برنامه، نمیدونم چرا. اشکال نداره، اشکال نداره. اصل مطلب رو باید برسیم و دوستان باید درک بکنن که با این اوضاع ما دیگه با هر جور شده پیامون رو به دوستان به اون اگره داریم میرسونیم، نه به ملت. ملت آماده هستن در خیابان، در کوچه بازار همه دارن اعتراض میکنن، دیگه مشخص شده. من نمیدونم تا کجا بودیم ولی میبرمش یه کمی عقب‌تر. وقتیش نهریه ها رو گوش میکردیم، یه دفعه قد شد متاسفانه. بس دوباره نه از اول، ولی یه نظرشون نه دارم. آقای امانی دقیقا میخواد از اول بذارید، حالا اگر دوست دارید از اول بذارید. اوکی داشتیم و سبی 95 با تون شرط می‌بندم که علا رغم این که دنیا میدونه جمهوری اسلامی وزش خرابه، طبق قواعد بین و مللی نمیتونن به شکل دفاکتو نظام جمهوری اسلامی رو به عنوان حکومت رسمی ایران نشناسن. مردم ایران میتونن بگن ما نمیشناسیم. مردم ایران، ولی مردم ایران نمیتونن از دنیا توقع داشته باشن که بیان یه دولتی که معلوم نیست چجوری انتخاب شده اون رو بیان به رسمیت بشناسن. پس راهش الزاماً اون نیست. راهش متها این هست. راهش که در همین کمپین نبه جمهوری اسلامی که الان میبینیم از گوشه و کنار مملکت و دلیل این که بیسابقه بوده و اینقدر پشتیبانی داشته، یکی این هستش که از درون ایران آمده و هیچ کسی صاحب مشخصش نیست. اگه بود مسلم بدونید که سر همون قضیه دعوا بود که باز دوباره پرچم یکیه که باز زیرش داریم یا نریم، همین برنامه 40 ساله که دلیل عدم پیشرفت در کار بود. من فکر کنم آن چی که باز تقویت بکنیم قدم بعد از این نبه جمهوری اسلامی است. یعنی تمام کمپین های مشتبه از این جهتگیری اولیه که امروز حتی اصلاح طلبان دیروز هم دارن صحبت از بایکات انتخابات میکنن، در جهت تقویت گزینه هایی که مردم پشتیبانش میتونن باشن در درون، در درون این هسته های مبارزه و نمایندگی مردم و مدیریت میانه باز رو شکل بگیره. البته میدونم مردم میگن ما سرکوب بشیم، ابتدای کار مجبور نیست که فوری علنی بشیم. اونجاست که بخش برون مرزی میتونه به کمکتون برسه و از طرف شما در سطح جهان راهی زنی بکنه. متوجه شدین آقای رادما؟ بعد از اون در خارج از کشور میتونیم کمک کنیم، یعنی توپه رو پاس بدین به وکیلتون، اونجاست دیگه من میتونم براتون اون رقمی که شما میخواین از راه با قول من دیپلماتیک میتونیم انجامش بدیم. کی گفت میخواین مثلا بکش بکش را بندازیم؟ کی گفت مثلا جمهوری اسلامی جرأت داره مثلا حمله کنه مثلا به ملت ایران؟ در رای میدن ملت ایران نه به جمهوری اسلامی، تموم شد. نه شعار مرگ بر خامنه ای، نه شعار نمیدونم روحت شاد رضا شاه، فقط بیان رأی‌گیریتون میکنه. چه مشکلی هست اینجا؟ آقای امانی من یه چیزی اشاره بکنم. بفرمایید. دقیقاً صحبت شاهزاده رضا پهلوی حرف کساییه که میگن چرا فراخوانی داده نمیشه، چرا شاهزاده رضا پهلوی وسط نمیاد. این الان به نظر من وسط اومدن که هیچی، علنا راهنمایی میکنه، میگه تن راهتون چیه، شرط با تون میبندم دیگه. چجوری بگه حالا ولی از طرف شما، از طرف شما اپوزیسیون در درون ایران تشکیل میشه، نه اپوزیسیون فانتزی جمهوری اسلامی که اپوزیسیون در میان خودمون هست، اون حالا دیگه رنگی نداره. و اما در مورد مسئله انتخابات، اولا من اسمش رو فکر کنم بذاریم انتخابات یک توهین به خرد یک ملت و اصولا به انتخابات دموکراتیک. کجا این نظام اصلا انتخابات واقعی دموکراتیک برگزار کرده که بخواد ادعا شروع کنه؟ یک دو، بله متاسفانه هستن درصدی که مجبور هستن به خاطر شغل و کارشون رای بدن، همون درصدی که ولی اکثر از جامعه که این امکان رو داره که در عمل نشون بده که جمهوری اسلامی بدونه که اینا بهش رای میدن، بدونن که رای ندادنشون این معنا رو خواهد داشت که ما حساب نکنیم. حالا در نتیجه انتخابات هر آماری رو مخواهیم طبق معمول علکی بدیدیم و خوش باشیم با این آماره، ولی ما زیر بارش نمیدیم.
از این لحاظ که فکر می‌کنم امروز جامعه میتونه خودش رو در یک دستار بسیار وسیع‌تر از سابق میگه اونا کار خودشون رو میکنن، آمار خودشون رو میدن، ولی اینجاست جامعه در یک بستر بزرگه میشه، یعنی همه تون بیان بیرون در ده یک بستر بزرگ. چجوری باید در بستر بزرگ شما چجوری حسابش میکنید؟ چجوری نمیدونم چجوری مثلا معنیش میکنید؟ وقتی بگه در یک بستر بزرگ همون معنی میلیونی، بله میدان میلیونی، درست. حالا تکرارش میکنیم در پیدا بکنیم، و اینجاست که این یک صدای اثر گذاره. اینجا اینجاست در یک صدا، صدا یعنی میلیونی، در یک صدا اثر گذاره. اینجا میگه در اون روز رأی‌گیری خود جمهوری اسلامی هر کاری که دلش میخواد میکنه و دنیا هم کاری نمیتونه بکنه، چون مردم ساکتن دیگه، و جمهوری اسلامی همون 10% که مجبورن برن رأی بدن آمار خودشه، حالا هر چی هست، درست. ولی شماست که باید یک در بستر بزرگ انجام بدید، شمایی که باید یه صدا بدید با اون رأی که بهتون دارم میگم نه به جمهوری اسلامی. پس بستر بزرگ کجا باید باشه آقای رادما؟ تو خونه؟ در فضای مجازی که نمیشه که، باید در فضای حقیقی باشه، در وسط خیابون باشه. دقیقا در بستر خونه نیست، در مجازی هم نیست، بستر یک صدا که الان شهریان میفهمه که صداتون به خوابای آمریکا هم برسه، یعنی اینقدر صداتون بره بالا. اینجاست که جلب توجه دنیا رو داره میکنه، اینجاست که یک روز بعد از دیگری نمایندگان متعددی از کشورهای مختلف اروپایی و امیدوارم به سواحل امریکا هم سرایت کنه، بگن که بابا این ملت داره داد میزنه، ما اینا رو نمیخوان. اونا مجبورن برن یه ما ملت داره داد میزنه، ما اینا رو نمیخوایم. بس این ملت چجوری باید داد بزنه؟ در خیابانا که نشون بدن تمام دوربین که میلیونی در خیابان هست و ملت چجوری داره این شرط رو داره باتون بازی میکنه، این شرط رو داره براتون توضیح میده. ولی میگه بازم مردم بایدن چه برسه بخواهیم در انتخاباتش رو شرکت بکنیم، گول این سرمسازیش رو نخوریم، گول این حرفای همیشگیشون که یک کسی رو در زمان خودش میفرستن برای به اصطلاح اشرفی گفتگوان همدان ها. از این وقتی که فکر می‌کنم امروز جامعه میتونه خودش رو در یک دستار بسیار وسیع‌تر از سابق پیدا بکنه، و اینجاست که این یک صدای اثرگذاره، اینجاست که جلب توجه دنیا رو داره میکنه، اینجاست که یک روز بعد از دیگری نمایندگان متعددی از کشورهای مختلف اروپایی و امیدوارم به سواحل امریکا هم سرایت بکنه، بگن که بابا این ملت داره داد میزنه، ما اینا رو نمیخوان. چه برسه بخواهیم در انتخاباتش رو شرکت بکنیم، گول این سهم‌سازیش رو نخوریم، گول این حرفای همیشگیشون به یک کسی رو در زمان خودش میفرستن برای به اصطلاح اشرفی گفتگوی تردون. اما شما امروز میتوانید با بکارگیری روش‌های نوین و مبتکرانه در فضای مجازی و واقعی پیام این کمپین را فراگیر کنید. اطلاع رسانی درباره کمپین را از اعضای خانواده و دوستان نزدیک و مورد اعتماد خود شروع کنید و پیام کمپین را به گروه‌های کوچک دوستی و خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی ببرید و در محیط‌های کاری و دانشجویی سینه به سینه منتقل کنید تا این حرکت خودجوش به تدریج به یک جنبش نه بزرگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود، نه به سکوت و بی‌تفاوتی، نه به صندوق‌های انتخابات قلابی و نه به جمهوری اسلامی. شعار شهریار نه به سکوت، یعنی شما ملت دیگه سکوت نکنید. چه اشکالی داره؟ حالا این دوستانی که این دسته ای که میگن بمونین تو خونه جوابشون رو گرفتن؟ اگر شما معتقد به شهریار ایران هستین، اگر واقعا پادشاه هستین، خود شهریار داره به شما قشنگ میگه من راهش چیه. یک صدا بشید و دنیا بشنوه، و اینجاست که خارج از کشوری ها در عمل میان کمک، یعنی مگر وکالت به من ندید من کارمو انجام میدم. دقیقاً درست آقای امانی. پس بهترین روزه برای این اقدام، یعنی روز طلاییه.
روزایی هستن که میتونی استفاده خوبی ببری، مثل پاسارگاه، مثل روز مثلا 22 بهمن، مثل روز انتخابات برای مبارزه ضربه رو بزنی، مثلا روز روز هفتم آبان ضربه‌ای که جمهوری اسلامی خورد هیچ وقت یادش نمیره، برای همین هر سال درها رو میبنده، قرف میکنه، خیابونا رو میبنده، جاده شیراز رو میبنده، اصلا جلو مردم رو میگیره، چون میدونه ضربه بچه رو خورد. و این روز هم برای خودش خیلی خطرناکه، کنسلش هم بکنه اصلا یعنی باخت، یعنی اسمش چیه، دولتی وجود نداره. آلمانیه که تیر برق و جلو چشه مردم تو وسط پل دارن میبرن، اصلا پاشیده شده. آقای امونی، طی صحبتی که شاهزاده عزیز کردن من یادداشت برداری کردم، ایشون به همصدایی اشاره کردن و گفتن که صدای ملت ایران به گوش دنیا برسه. چه بهتر که در همین روز، روز انتخابات، شما نگاه بکنید که رسانه‌های خارجی از اکثر کشورها داخل ایران هستن و در حال گرفتن گزارشن. دقیقاً. علاوه بر این که ما این حس هست که سرکوب نمیشن مردم، که گفتیم آزادی هایی به مردم داده میشه در این روز، علاوه بر این آزادی هایی که داده میشه، این همصدایی ما و این فریاد ما علاوه بر اینکه از طریق رسانه های خود ما انتقال داده میشه، یک حسن دیگری هم هست که رسانه های خارجی هم این تصاویر و این حرکات بسیار بسیار قدرتمند مردم را منعکس خواهند کرد. یعنی ما با قدرت بیشتری میتونیم در دنیا فریاد بزنیم که نه به جمهوری اسلامی و رأی ما جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود. دقیقاً. حالا این تمام دوستانی که وطن پرست هستن، در دو جبهه قرار گرفتن، بشینن خونه، نه بریم بیرون، امیدوارم متوجه شده باشن، امیدوارم شروع کنن فکر کردن که همه یک صدا بشیم، یک صدا بشیم، فقط نه به جمهوری اسلامی، نه جنگی داری، نه احتیاج به اسلحه هست، نه احتیاج به کشتن هست. شما قانونن رژیم رو از نظر وکیلای دنیا رد کردیم و اینا دیگه نمیتونن اصلا باش قرارداد ببندن، نمیتونن باشون مذاکره کنن، نمیتونن باشون هر کاری که شما فکر میکنید میترسید اینا دیگه نمیتونن انجام بدن، چون جوابگوشون باید باشه، به خاطر اینکه ما ملت به شما گفتیم این رژیم قابل قبول نیست و دنیا هم دیدن و صدای ما هم به گوش همتون رسید. و جلو شما تمام جلوی این دوستانی که میگن به خاطر مرغ میخوان بکشونن، به خاطر واکسن، همه اینا حل میشه، چون امکان نداره مثلا من به خاطر مرغ برم مثلا رای بدم یا به عنوان این منو استفاده بکنن برای این کار، بدن منو، فیزیکی منو استفاده کنن، وقتی ببینم میلیون ها دارن داد میزنن تو خیابون نه به جمهوری اسلامی، همین نه به جمهوری اسلامی، امکان نداره. منم ناراضیم، بس اینجاست که میفهمم که مردم در خیابان هستن، از آپارتمان هاشون، از خونه هاشون، از ماشین هاشون همه میان بیرون و همه همراه میشن و ترسی هم نداره. مثلا من پاسدار باشم، رو چه حسابی بیام به شما مثلا حمله کنم؟ چیزی گفتی بودی نه به جمهوری اسلامی که الان هم دارن میگن، داد دارن میزنن، همه جا دارن میگن، خانواده داره ویدیو میفرسته نه به جمهوری اسلامی، صورت خودشون رو نشون میدن، یا نمیدونم میدونی دیگه قبلا ماسک میگوشن یا هر چیزی دیگه، الان علنا دارن میکنن. بس حالا این ترس رو از خودتون بگیرید و خبررسانی کنید. حالا جمهوری اسلامی انواع مختلف آشغالگویی، خبرسازی درست میکنه، ضعیف مال ضعیف اینو گفت، احمدی نژاد اینو گفت، طبرزنی اینو گفت، خامنه‌ای اینو گفت، هی اینا مردم اینا رو پخش میکنن. نه، اینا رو پخش نکنید، به عنوان خبر گوش کنید، ولی اصل مطلب، دوای خودتون، درد خودتون یا کلید آزادی خودتون رو به همدیگه همسایه بگید. همه میخوایم بیایم بیرون نه به جمهوری اسلامی بگیم و روشنش کنیم که چرا. اگه روشن نشد این ویدیو رو بفرستین بگید نگاه کنن، شاید قبول کنه، ولی مطمئن باشه اونم قبول میکنه، چون دیگه مردم ما گذاشتیم 90-80 تا 95% کنده شده، همه چی رو قبول میکنه که باید انجام بشه. اینقدر میترسن که روشون نمیشن که بگن که نون قرار قیمت بده بالا، بعدن ما قیمت رو تعیین کردیم ولی بعدن بهتون میگیم، نمیدونم چه کار کنیم. اینا فقط دارن تیکت می نویسن، جریمه میکنن، پول میسازن، مردم دیگه شروع کنن پول آب برق رو ندن،
مردم شروع کنن جریمه‌هاشون رو ندن، مردم شروع کنن هیچ اصلا تنها بوجایی که اینا دارن انجام میدن همین جریمه هاست که چرا رفتی چرا اومدی چرا زود اومدی و دارن جریمه میکنن که بتونه فقط سربازاشو بتونه نگه داره، نه مردم که حقوق ندارن. اونا کارگران که ما دو سال حقوق نگرفتیم، ما 8 ماه حقوق نگرفتیم، ما 6 ماه، بس اینا هم حقوق ندارن. آقای امونی من این نکته اجازه است اشاره بکنم. اعتراضات آبان ماه رو که خاطرتون هستش، بله در اعتراضات آبان ماه هیچ فراخوانی داده نشد در حد این که مردم یک روزی بیان ماشین‌هاشون رو خاموش بکنن. قرار اصلا کسی فکرش رو نمی‌کرد یه چنین اتفاق بزرگی در داخل کشور بیفته. تقریبا امروز 43 روز تا 28 خرداد ما فاصله داریم، یعنی 43 روز تقریبا ما وقت داریم. آیا این جمعیت نیاز به فراخوان داره؟ یعنی ما باید دنبال یک فراخوانی باشیم از یک جایی؟ یا یک وظیفه‌ای به دوش ما هاست، ما مردم داخل ایران؟ شما یک پیشنهاد خوبی دادید، گفتید خود رژیم از امکاناتی که داره، اطلاع رسانی که میتونه در جهان داشته باشه میره استفاده میکنه. نمونهش مثلا ظریف گفتید میره آقا توی دنیا صحبت میکنه، نمیدونم مصاحبه میذاره فلان میکنه. ما باید چی کار بکنیم؟ توی این 43 روز هم ما وقت داریم. خب یعنی نمیتونیم فردا کسی هم بیاد دیگه آقا من نفهمیدم، ندونستم، نمیدونم، متوجه نشدم. الان ما باید چی کار بکنیم؟ ما چه وظیفه‌ای به دوش؟ آقای رضوان برای همین مسئله رو حل کردم. اون جریان داخل رژیم، اوضاع داخل رژیم، اوضاع ملت، اوضاع نه به جمهوری اسلامی کمپین و این قسمت که ما باید چی کار کنیم، اون همون اگر است، اگره که تمام رسانه ها، گروه های سیاسی، کنشگرها همه یه صدا بشیم، تو برنامه هاشون صحبت بشه، همه با هم مردم مجبور کنن با کلیپ هایی که بفرستن، با حرفاشون و نظراشون رو بفرستن و مجبور میشه اینترنشنال، مجبور میشه مناطق، که همونجور که کلیپ های نه به جمهوری اسلامی رو پخش کردن، خدایی همه رو پخش کردن تا اونجایی که دستشون رسید، حتی آباتوده هم پخش کرد، حتی کانال های دیگه پخش کردن، همه پخش کردن. اینا مجبور میشن به مردم بگن قرار شما بیاین بیرون و نه به جمهوری اسلامی بگین، نه که بیاین مثلا حمله کنید بکشید یا با چاقو بیاین با چوباق بیاین، با یه کاغذ بیاین، با یه کاغذ، نه شناسنامه میخواین نه انگشت مثلا رنگیتون میخواین، تو دنیا رنگیتون بفهمه. وقتی ما این اگر رو درست بکنیم، من و شما رو اگر فقط دست بزنیم، بقیهش همش حله. خب آقای امانی یه نتیجه گیری من بکنم. من نتیجه گرفتم، نتیجه منه، نتیجه شخص خود منه. مردم ایران همیشه دنبال دو چیز بودن. یک، میگفتن رهبریت وجود نداره، ما دنبال یک رهبریت واحد هستیم، همیشه این حرفو میزنن. و دو، دنبال یک فراخوان بودن. امروز ما با این صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدیم که یک، رهبریت ما مردم داخل کشور هستیم که باید این داستانو مدیریت بکنیم و رهبری بکنیم، و دو، فراخوان باید از طرف ما صادر بشه. یعنی ما باید از رسانه‌های قدرتمندی که هستند و به قول یارو گفتن میتونن حرفشون رو به گوش میلیون‌ها نفر آدم برسونن، ما از اونها بخوایم که خواست ملت این هست که در این روز بیایم بیرون و نه به جمهوری اسلامی بگیم، رأیمون رو ما در این روز می‌خوایم اعلام بکنیم به جهانیان. پس هم داستان رهبریت و هم داستان فراخوان از طرف مردم باید صورت بگیره، از درون جامعه. درود بر شرف داره. دقیقا، یعنی 43 روز وقت داریم که به قول من تبر آخر رو بزنیم به این درخته که خورد شده. درست. آیا منی موافق یک برنامه دیگه ای در مثلا چند روز آینده در خصوص اینکه بچه ها ببینیم چه اقداماتی میکنن، چه کارهایی میشه، چه پیشنهاداتی ما میگیریم، یک برنامه کوتاه دیگه؟ 100% نظرهای دوستان رو حتما رأی‌گیری میکنیم، ببینم دسته کسانی که میگن بریم بشینیم خونه بهتره، دسته که میگن نه بریم به قول معروف باید بیرون باشیم، یه رأی‌گیری میکنیم و این بهترین موقعیت سیاسی هست و بهترین موقعیت زمانی هست که از هر جور در نظر بگیریم و بتونیم
چون نشستن تو خونه هیچ اتفاقی نمیفته. همون ها شما میخواستن. دو سه تا از بچه ها به من پیام دادن، من پیامشون رو دیدم که ما بیایم بالا صحبت بکنیم. خب به خاطر امنیت خودشون توی ایران در حال امکان داره شناسایی بشن. حالا ما از ماسک کلاه اینا استفاده کردیم، امکان داره بچه ها این اشکال نداره. اگر اجازه بدید در تلگرام در جریان هستید که ما میتونیم وایس چت بذاریم، یعنی بچه ها بیان به صورت وایس شرکت بکنن، صدای همدیگه رو بشنویم، نظرشون رو بدن. دوستانی که الان اینجا از ما تقاضا کردن که بیان بالا صحبت بکنن، ما به اونها بگیم که یک برنامه به زودی ظرف حالا یا فردا شب تو همین هفته یک برنامه بذاریم که به صورت وایس بیان که امنیتشون هم حفظ بشه اگر مشکلی باشه. دقیقاً. و دیگه امیدوارم تا اونجا که تونسته باشم نظر خودم رو به عنوان یه سرباز گفته باشم، پیشنهاده، و امیدوارم که به صورت مهندسی نگاش کنید. امیدوارم که تمام دوستان تصمیم خوب، تصمیم عاقلانه بگیرن، مخصوصا اونایی که رسانه دارن، کانال دارن، دستشون به بلند وصله به حالا در دنیای مجازی یا داخلی هر چیزی حقیقی، همه یک صدا بشیم که این اگر وجودش رو برداریم، اگر وجود نداشته باشه. و من شخصا مطمئنم که قضاوت خودم تو این راه، مطمئنم که آینده تاریخ درباره این جریانی که انجام داریم میدیم قضاوت میکنه. و مطمئنم به قول شهریار ایران شرط میبندم که قضاوتش درباره موضوع مثبته، تاریخ نوشته میشه. سپاسگزارم آقای امانی، بسیار بسیار لطف کردید، وقت گرامایتون رو گذاشتید، سپاسگزارم، صحبت کردیم. بنده از شما سپاسگزارم و امیدوارم که واقعا این برنامه اونقدر مفید باشه برای مردم که از همین امشب در آگاه سازی همدیگه ما تایم میذاریم برای همدیگه، نمیدونم کلیپ های طنز و جوک و نمیدونم یک چنین چیزهایی میفرستیم که هیچ نقشی شاید در زندگی ما بازی نکنه. 5 دقیقه در روز وقت بذاریم دوستانمون، اقواممون، آشنایانمون رو آگاه بکنیم و حسن این روز رو هم به اونها بگیم. خیلی ها اگر امروز شک داشتن که آقا در این روز امکان داشت ما بریم این اتفاقات بیفته، شاید اون شکشون برطرف شد و امروز به یک ایمان و یقینی رسیدن، به خصوص با صحبتهایی که شما از شهریار ایران زمین شاهزاده رضا پهلوی منتشر کردید و برنامه خوبی که به این قشنگی اجرا کردید. این شک مسلما از خیلی از افراد به هر حال دور شد و با یک ایمان و با یک یقین به سمت این بریم که واقعا اون تبر آخر را بزنیم و به قول شاهزاده رضا پهلوی تک صدا نباشیم، هم صدا باشیم و صدامون را به جهانیان برسونیم و رأی خودمون را در اون روز به جهانیان اعلام بکنیم. اگر به جای اسلحه این دستتون باشه، همین. پس سلاح ما نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، همونجور که همه اعلام کردن، همه در یک روز اعلام کنن، یک صدا بشن. درود بر طرف شما، بسیار خوشحال شدم از شما، سپاسگزاری میکنم. بدون ازم سپاسگزارم از همه دوستان. من عذرخواهی میکنم دو سه بار قطع شد برنامه، این رو بذارید به خاطر شما. نه اصلا شرایط آدم همه جور باید بسازه. همینه که پیام رو برسوندیم، همونی که دوستان صدای ما رو شنیدن، خودش به قول معروف یک تیریه در دل دشمن. بسیار سپاسگزارم. من از دوستان عزیزم سپاسگزاری بکنم، دم همتون گرم که وقت گذاشتید و این برنامه رو با هم دیگه اجرا کردیم. دو سه تا دوستان به ما پیام دادن که بیان بالا، ولی به خاطر مسائل حالا امنیتی خودتون اگر اجازه بدید ما این برنامه رو بذاریم در یک وایس چتی در خود کانال رستاخیز سیما که بتونیم اونجا با هم دیگه صحبت بکنیم. من همه شما رو به خدای ایران میسپارم. درود بر شرف تک تکتون، پاینده ایران، جاوید شاه و برافراشته پرچم سرنگ تیر خورشید نشانه ایران. درود بر شما.